این ویدیو رو میگیرم برای خانواده خودم، برای فامیل خودم، برای دوستای نزدیک خودم، برای کسایی که من براشون ارزش دارم، من رو دوست دارن. امروز اگه کنار من نبودی در مقابل جانی، فردا که دستگیر شدم برای آزادی من اقدامی نکن، به تو ربطی نداره. اگه ربط داشت کنار من بودی امروز. فردا اگه کشته شدم به یاد من گریه نکن، گریه تو منو زنده نمی کنه. کسی گریه تو رو باور نمی کنه، دروغه. با گذشت چندین روز از بازداشت توماج صالحی، نزدیکانش خبر دادند که توماج و دو همراهش زیر شکنجه به منظور اخذ اعترافات اجباری هستند. توماج صالحی خواننده اعتراضی رپ که با حضورش در خیابون‌های ایران و همراهی مردم ایران در انقلاب سراسری، با صحبت‌ها و شجاعتی که از خودش نشون می‌داد، لرزه بر ستون‌های رژیم جمهوری اسلامی می‌انداخت. بر اساس اطلاعاتی که صفحه توییتر من هم برای ایران از یک منبع اطلاعاتی آگاه منتشر کرده، 70 نفر در شب دستگیری با ماشین‌های زرهی وارد روستا شدند. تمام این افراد لباس شخصی بودند. بین اونها فقط دو سرباز وجود داشت که اونها هم صورتشون رو پوشونده بودند. مستقیم پیش سرایدار اون محل رفتن و گفتن که باید همه دوربین‌ها رو بکنیم، چون ما به دنبال دستگیری سه قاتل فراری که یک نفر رو کشتن هستیم و نباید از مراحل دستگیری فیلمی ثبت بشه. با وجود مخالفت سرایدار، اونها با زور دوربین‌ها رو از جاشون میکنن. به خونه همسایه‌ها حمله کردن و به زور وارد شدن و از طریق خونه همسایه‌ها به محل اقامت توماج و دوستانش دسترسی پیدا کردن. همسایه‌ها تلاش کردن مانع لباس شخصی‌ها بشن، اما لباس شخصی‌ها همسایه‌ها رو مورد ضرب و شتم قرار دادن. توماج به همراه دو نفر از دوستانش دستگیر میشه و اونها رو با دستبند و چشم‌بند میبرن. طبق شهادت عده‌ای از اهالی روستا، لباساشون رو از تنشون درآوردن. دستگیری بسیار پرخشونت انجام شده و عکس‌های ثبت شده این موضوع رو نشون میده. رخت خواب‌ها به هم ریخته بوده و به احتمال زیاد در زمان استراحت به اونها حمله کردن. روی پله‌ها رد خون بوده و همینطور لکه‌های خون روی پیراهن‌هایی که از تنشون درآوردن وجود داشته. در رو با لگد شکوندن و وارد شدند. طبق گفته‌های یکی از شاهدان، لباس شخصی‌ها بسیار خوشحال بودند و با صدای بلند می‌گفتند توماج رو گرفتیم. توماج و دو همراهش ابتدا به وزارت اطلاعات بروجن منتقل میشن. اقبال اقبالی، دایی توماج، در نامه‌ای بیان می‌کنه که توماج و همراهانش به شدت تحت شکنجه هستند تا بتونن از اونها اعتراف اجباری بگیرن. اون در این نامه نوشته بنا به اطلاعات موثق، توماج اکنون تحت وحشیانه‌ترین شکنجه‌ها قرار دارد. سرشکنجهگر توماج پاسدار حمید نگارستانی، معروف به حمید نگار است. حمید نگارستانی متولد کرمان، پاسدار 41 سارالای کرمان بود که به اصفهان منتقل شد. حمید نگارستانی اکنون به شکنجه های جنون‌آمیز توماج صالحی ادامه داده و هر لحظه امکان کشته شدن توماج به دست این مزدور جنایتکار وجود دارد. من وجدان‌های بیدار جهان را به یاری برای نجات توماج صالحی دعوت می‌کنم. یه ملتم، یه نفر نیستم، یه کشورم، اتحاد ایران به هیبتم. بالات به ترس از ما، به کش عقب، بدون تموم کارت، فصل خزونه آخه، تا تو ماجم بزنی میلیون ها جوونه داده، سوراخ موشم خریده باشی تله موش راهش، بدون ما با همیم و این رود روونه. آره، در ادامه انقلاب سراسری مردم ایران، شهرها و دانشگاه‌های مختلف ایران همچنان صحنه اعتراض و تحصن دانشجویان و مردم بوده. در ویدیوهای منتشر شده از شهرک اکباتان نشون میده که اوباش حکومتی علاوه بر شلیک گاز اشکاور به سمت خونهای مردم، اونها رو با فحاشی تهدید میکردن. شما
ورزشی ابلهی که سر زن و بچهشو میبره تا پاسدار رستم قاسمی با خانوم فاطمه مولایی معشوقش در مالزی راحت‌تر بتونه عشق و حال کنه. صدها شهروند بلوچ در پاسخ به فراخوان‌های اتحاد مانع از استخراج طلا از معدن تفتان شدند. مردم بلوچ با تجمع در معدن طلای تفتان که یکی از بزرگترین معادن طلای ایرانه، اجازه استخراج از این معدن رو به جمهوری اسلامی ندادند و اون رو تعطیل کردند. روز 9 آبان تعدادی از توایفی که دست به تعطیل کردن این معدن زدن اعلام کردند که تا پای جان مانع از استخراج طلا از معدن تفتان خواهند شد. اونها گفتند که همینجا دفن می‌شویم ولی نمی‌گذاریم معادن را غارت کنید. مادر محمد قبادلو از معترضان بازداشتی گفته که حتی به وکلای فرزندش اجازه حضور در دادگاه رو ندادن. محمد قبادلو 22 ساله در جریان انقلاب سراسری ایران در پرند بازداشت شد و به گفته مادرش در اولین جلسه دادگاه برای اون حکم اعدام صادر کردند. به گفته مادرش قاضی صلواتی، قاضی جنایتکار رژیم جمهوری اسلامی، اون رو ممنون ملاقات کرده و به سلول انفرادی انتقال داده. امروز دهم ما اومده ملاقات محمد. همونطوری که دیروز اطلاع رسانی کردم، از وقتی که محمد از دادگاه بردن ما از اون هیچ خبری نداریم. امروز هم از 8 صبح اومدیم اینجا، به ما برگه ملاقات دادن. ما رفتیم داخل، همه زندانی اومدن غیر از محمد. پرسیدیم، گفتن تو سیستم هیچی نزده. دوباره بعد از یک ساعت گفتن زده اعزام. دوباره ما پیگیر شدیم که کجا اعزام شده. بعد برگشتن گفتن بذار خیالتون رو راحت کنیم. اینو قاضی صلواتی ممنوع ملاقاتش کرده، انداختنش انفرادی. از چیه بچه مریض من میترسن؟ بچه مریض من بله اونه چه خطری داره بردنش تو انفرادی؟ داروهاش هم بهش نمیدن، معلوم بعد حالش بد میشه. مردم تو رو خدا ما رو حمایت کنید، صدای ما باشید. بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری سیستان و بلوچستان، روز سه‌شنبه 3 آبان پارمیس همنوا، دانش آموز کلاس 9 مدرسه پروین اعتصامی در شهرستان ایرانشهر که عکس خمینی رو از کتاب درسیش پاره کرده بود، در اثر ضربات مرگبار سرکوبگران و ضربه به ناحیه سر کشته شد. روز 3 آبان نیروهای امنیتی وارد مدرسه شدند و همه بخش‌ها و کتاب‌های درسی بچه‌ها رو تفتیش کردند. ماموران حکومتی حین تفتیش وسایل پارمیز همنوا کتاب درسیش رو میبینن که عکس خمینی پاره شده است. به همین جرم این دختر رو کتک میزنن و ضربات شدید باعث میشه که پارمیز از ناحیه بینی خونریزی کنه. این دانش آموز به بیمارستان منتقل میشه، اما یک روز بعد یعنی در 4 آبان ماه در اثر شدت جراحات وارده جونش رو از دست میده. نیروهای حکومتی از خانواده پارمیس و همه معلمان و دانش آموزان تعهد گرفتند که موضوع رسانه‌ای نشه و با این شرط پیکر پارمیس رو به خانواده‌اش تحویل دادند. دقیقاً بلایی که سر صدف موحدی آوردند. صدف موحدی متولد 7 دی ماه 1382 تنها فرزند خانواده ای ساکن غرب تهران بود که بر اثر ضربات مرگبار باتوم ماموران حکومتی جون خودش رو از دست داد. خانواده صدف به دلیل فشارها و تهدیدهای نیروهای حکومتی علت مرگ اون رو سکته قلبی اعلام کردند. نیروهای حکومتی خانواده صدف، دوستانش در مدرسه، اقوام و نزدیکانش رو تهدید و مجبور به سکوت کردند. به اونها هشدار دادن که شما رو به نهادهای امنیتی معرفی میکنیم. صدف موحدی رو چند روز بعد از اینکه فیلم‌های اعتراضات بچه‌های دبیرستان 22 بهمن واقع در منطقه جنات‌آباد منتشر شد، شناسایی کردند. در فیلم منتشر شده چهره‌های بچه‌ها زیاد مشخص نبود چون از پشت سر فیلم گرفته بودند، اما صدف رو به راحتی به خاطر رنگ موهاش شناسایی کردند. در روز دوشنبه 25 مهر بعد از تعطیلی مدرسه، صدف در راه برگشتن به خونه بود که ماموران در کوچه‌ای به اون حمله کردند و چند ضربه محکم به سرش کوبیدند. اون با فشار روحی شدید و سردرد به خونه برگشت. طبق گفته یکی از بستگان صدف، احتمالاً به خاطر مسائل امنیتی خانواده‌اش ترسیدن که اون رو به بیمارستان ببرن و چند ساعت بعد هم متاسفانه صدف فوت کرد. ماموران حکومتی هم به سرعت با خانواده صدف تماس گرفتن و اونها رو مجبور کردن که بگن دخترشون تو خواب سکته کرده.
سرکوب، شکنجه، بازداشت، شلیک به سمت مردم، هیچ کدوم از اینها نتونسته صدای انقلاب سراسری مردم ایران رو خاموش کنه. مثل همیشه ویدیوهای مربوط به انقلاب ایران رو در اینجا با شرح مکان و زمان براتون قرار میدیم. لطفاً هر جا که هستید در داخل یا خارج از کشور هم میهنانمون رو تنها نذاریم. متاسفانه هنوز دیده میشه که بعضی از ایرانی ها، نه همه، بعضی از ایرانی ها که تعدادشون البته کم هم هستن، در خارج از کشور به خاطر این که بتونن به ایران رفت آمد داشته باشن و از دیدار عمه و خاله و دایی محروم نمونن، هیچ گونه فعالیتی انجام نمیدن. اما طبق اون چیزی که مردم ایران تو کف خیابون ها میگن، هر کی الان بی‌طرفه مسلماً بی‌شرفه. واقعاً در حال حاضر شما که سکوت میکنید یعنی شریک در جنایات رژیم جمهوری اسلامی هستید. مردم دارن تو خیابونها کشته میشن. واقعا نمیشه برای این سکوت هیچ گونه دلیلی آورد. خواهشاً اگر تا الان سکوت کردید دیگه وقتشه که با مردم باشید. همه ما وظیفه داریم و باید بخشی از این انقلاب باشیم. به امید آزادی ایران و نابودی رژیم جمهوری اسلامی. آبان، خیابون حافظ، حدود ساعت 7 وسط خیابون آتیش زدن، اون بالا هم آتیش گرفته. اوه، دارن لیزر هم میندازن دیگه. آزاد، 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 آزا